Hello again, you beautiful people. How are you doing today? Everything's good? I hope you're all doing better than ever. سلام رفقا، سلام مردم عزیز. امیدوارم حال دلت خوب باشه. امیر هستم، خوش اومدی به یه قسمت دیگه از آموزش زبان با سریال فرندز. Let's go. خب رفقا، دوستان، طبق روال بریم اول ویدیوی اول با هم ببینیم و بعد بیم بررسی کنیم. بریم ویدیو رو ببینیم. Phoebe is going to be Monica's maid of honor. Hey, I hope it goes better than the last time you did it for that girl downstairs, remember? What? You have been maid of honor before? You see, this is exactly why you shouldn't lie. All right, that's it. I am maid of honor. خب رفقا، ویدیو رو دیدیم. حالا بیاییم با هم بررسی کنیم، بیاییم که چیا شنیدیم. Phoebe is going to be Monica's maid... Phoebe is going to be Monica's maid of honor. اینجا یه لغت میخواییم بررسی کنیم. Maid of honor، عبارت maid of honor. To be someone's maid of honor. البته کار ما مرده نیست، کار شما خانم است. Phoebe is gonna be Monica's maid of honor. بریم معنیشو بررسی کنیم. این عبارت حتما زیاد شنیدید، مخصوصا تو فیلم های عاشقانه، سریال های عاشقانه. Maid of honor. At a wedding، در داخل یک عروسی. A girl or woman who is the most important bridesmaid. A woman who helps the woman getting married. همون bridesmaid، کسایی که کمک عروس هستن، ساق دوش بهش میگن. خب اون دختری که از همه مهمتره یا بهترین دوستته، نفر اول تو همه ساق دوش هاست، بهش میگن maid of honor. که معمولا تو این عروسی هایی که مذهبی ها میکنن، میگن مذهبی ها، مسیحی ها میکنن، دیدین که میرن مثلا تو کلیسا، یک نفر معمولا پشت ساقدوش عروس وایستده، یه دونه بستمن هم برای مرد وایستده. برای مرد میگن بستمن، you gonna be my bestman. بستمن یعنی همون نقش بهترین ساقدوش که واسه زن داره، بهترین دوستی که اون عروس داره رو بهش میگن maid of honor. برای مرد میگن بستمن. خب این مردم که همه رفیقاشو آورده باشه، اون یه نفری که مثلا حلقه رو بهش میده، کمکش میکنه، به اون میگن بستمن. maid of honor هم برای عروسه. A girl or woman who is the most important bridesmaid. ممکنه چند تا bridesmaid باشه، ولی مهمترینشون که دیگه اون آخرم باهاش میره رو صحنه، کارایی میکنه اینا. Woman who helps the woman getting married. کسی که کمک میکنه دا ازدواج کنه. خب حالا اینجا چی میگه؟ Phoebe is gonna be Monica's maid of honor. Phoebe قراره که maid of honor مانیکا بشه. مانیکا قراره عروسی کنه و Phoebe قراره به جای ریچل maid of honorش باشه، بهترین ساق دوشش باشه. Hey, I hope it goes better than the last time you did it for that girl downstairs. Hey, hope یعنی I hope. اینجا منظورش I hope. hope رو حذف میکنه. hope یعنی که امیدوارم، امیدوارم، نه اینکه امید هست. اینجا I hope که میگه hope it goes better. it goes better یعنی که بهتر پیش بره. اینجا it goes better یعنی که بهتر رفتن نیست، بهتر پیش رفتنه. شما پلن داری یه کاری انجام بدی، میخوای بگی آقا امیدوارم این خوب از آب در بیاد. I hope it goes well. I hope it goes well یعنی که خوب پیش بره. پرزنتیشنی داری، ارائه‌ای داری، میگه hope it goes better than the last time you did it for a girl or for that girl downstairs. میگه امیدوارم این دفعه بهتر پیش بره نسبت به دفعه قبل که برای اون دختره طبقه پایین انجام دادی، maid of honor دختره طبقه پایینی بودی. اینجا فیبی به ریچل دروغ گفته، میگه من تا حالا تو زندگی maid of honor نبودم، میخوام maid of honor مانیکا باشم. اینجا بحث داشتن که کدومشون انتخاب بشه برای عروسی. اینجا جوی لوش میده. You have been maid of honor before. تو قبلا maid of honor بودی، یعنی بهترین ساختوش بودی، یا دروغ گفتی به من. Honor before? You see, this is exactly why you shouldn't. You see, this is exactly why you shouldn't lie. میگه دقیقاً دلیلیه که نباید دروغ بگی. All right, that's it. یعنی که that's enough. That's it. همینی که آقا من that's it یعنی که دیگه تموم شد دیگه. خب اینو خیلی استفاده میکنم. Okay. That's it. I'm out of here. من دیگه اینجا میرم. That's it یعنی که دیگه آقا همین دیگه تموم شد رفت. من دیگه میرم. خب. All right, that's it. خیلی خب، حالا که اینطور شد، I am maid of honor. خب دفعه ویدیوی اول رو بررسی کردیم. بریم ویدیوی دوم ببینیم، بریم ویدیو دوم هم بررسی کنیم. Geller Bing residence, how can I help? Phoebe, why is there a dog in our apartment? I'm sorry, who's this? Phoebe, there's a dog sitting on my couch. Tell her I'm allergic and I will sue. No,
there's no dog here. Yes, there is. He's black and white and shaggy. Hi, Geller Bing residence. How can I? Hi, Geller Bing residence. How can I help? Residence به معنای منزله. جایی که کسی اقامت داره. خب. شما میخوای بگی منزل فلان، تلفن جواب میدی. نمیتونی بگی hey, Geller Bing home, Geller Bing house. معمولا میگن Geller Bing residence. فامیلیو میگن، بعد میگن residence. Residence یعنی منزل. منزل Geller Bing. خب. حالا چرا میگن Geller Bing؟ بخاطر اینکه اینجا رو مانیکا و چندلر با هم نامزد کردن، اسمش شده گلر، فامیلی مانیکا گلر، چندلر بینگ، فامیلی چندلر. های گلر بینگ رزیدنس. خب یه اسم عجب غریبی شده، یعنی منزل گلر بینگ. How can I help you or how can I help? Help. Phoebe, why is there a dog in our apartment? Phoebe, why is there a dog in our apartment? میگه که چرا یه سگ توی آپارتمان ما وجود داره. اینا به سگ حساسن، اینم خونه‌شو تمیز نگه داره، چندلر هم از سگ میترسه. I'm sorry, who's this? ببخشید، این کیه داره حرف میزنه؟ ببینید پای تلفن معمولا نمیگن who are you، میگن who is this. کل زمایری که توی تلفن حرف میشه it و this و ایناست. It's Amir who is talking. مثلا میخوام بگم امیرم دارم حرف میزنم. It's Amir، میگی امیره، نمیگی I'm Amir. معمولا میگن it's Amir. Who is this? Who is it asking؟ کی داره میپرسه؟ خب رو در رو میگن who are you، I am. پای تلفن میگن who is this. خیلی رایجه این. It is Amir talking. امیر داره حرف میزنه. There's a dog sitting on my Phoebe, there's a dog sitting on my couch. میگه که فیبی یه سگ وجود داره که داره روی مبل من نشسته. Sitting on my couch. couch به معنی مبل. روی مبلم نشسته. Couch. Tell her I'm allergic and I will sue. Tell her I'm allergic and I will sue. بهش بگو که من I'm allergic هم، یعنی که به سگ آلرژی دارم. I'm allergic یعنی که من آلرژی دارم. خب معمولا میخوام بگن من حساس هستم، میگن I'm allergic to this، نمیگن I have allergy. ما به فارسی میگیم آلرژی دارم، I have allergy. میتونی بگی I'm allergic to this، I'm allergic to dogs. من به سگ ها حساسیت دارم، میگن I'm allergic. خب allergic اینجا یعنی که حساس بودن دیگه. I'm allergic to dogs. Tell her I'm allergic and I will sue. Sue به چه معنی؟ بریم سو رو بررسی کنیم. Sue: to take legal action against a person or organization, especially by making a legal claim for money because of some harm that they have done caused you. That they have caused you. Done کجا بود؟ To take legal action against a person or organization. یعنی که شما یک واکنش قانونی انجام بدی نسبت به یک شخص یا یک ارگانیزیشنی. خیلی ساده، سو یعنی شکایت کردن. I will sue you. ازت شکایت میکنم. Especially by making a legal claim for money. مخصوصا وقتی شما ادعای قانونی بکنی برای پول از کسی به خاطر آسیبی که به شما زده. یعنی که شکایت همراه با گرفتن دیه هم بهش میگن sue. I will sue you. وقتی که کسی آسیبی بهت میزنه و تو میخوای ازش ادعای گرفتن پول بکنی، میخوای دیه بگیری، خسارت بگیری. حالا حتما نباید دیه باشه، میتونه خسارت باشه. کسی ماشین تو آسیب زده، من ازت شکایت میکنم. I will sue you یعنی که تو رو به دادگاه میکشم، خسارتش رو ازت میگیرم. She is suing her husband for divorce. She is suing her husband for or in order to get a divorce. میگه که اون داره از همسرش شکایت میکنه برای اینکه طلاق بگیره. For divorce این به این معنیه که اون داره اینجا برای همین تو پرانتز گفته که بفهمید. She is suing her husband for divorce. اون داره از همسرش شکایت میکنه برای گرفتن طلاق. In order to get a divorce. پس suing، sue یعنی شکایت کردن. اینجا هم داره میگه Tell her I'm allergic. بگو من حساسیت دارم. And I will sue. و شکایت خواهم کرد. No, there's no dog here. There's no dog here. چه سگ اینجا نیست. Yes, there is. He's black and white and He's black and white and shaggy. He's black and میگه اون سیاه و سفید و داره شکلش رو توصیف میکنه. Shaggy. Shaggy به چه معنیه لغت آخر برای امروز؟ Shaggy یک صفته. Having or covered with long, rough and untidy hair. Or long, rough and untidy. میگه که داشتن یا پوشیده شدن با موهای خیلی
بلند و به هم ریخته و کرکسیف، جولی ده پولی ده پشمالو، شگی داگ یعنی سگ پشمالو، شگی هر یعنی موهای خیلی جولی ده پولی ده و کرکسیف و پشمالو، مثلا یه موهایی میبینی به هم ریخته است. یو لوک شگی. صبح مثلا طرف مثلا شما از خواب که تازه پا میشی، یکی از صفتایی که میتونی بگی مثلا میتونی بگی I was looking shaggy. حتی دوش نگرفته بودم، موهام ریخته بود به هم اینجوری، شبیه میگن شبیه سگ، موهام شبیه موهای سگ شده بود، به هم ریخته بود. شگی به همون معنیه. A shaggy dog، یک سگ پشمالو. اینجا هم داره میگه he's black and white and shaggy. خب رفقا ویدیوی سوم هم دیدیم، امیدوارم لذت برده باشید، امیدوارم استفاده کرده باشید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما نظرتون تو لایک و کامنت ها به ما بگید که خیلی واسمون انرژی بخش و ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، take care. Phoebe is going to be Monica's maid of honor. Hey. I hope it goes better than the last time you did it for that girl downstairs, remember? What? You have been maid of honor before? You see, this is exactly why you shouldn't lie. All right, that's it. I am maid of honor. Hi, Geller Bing residence, how can I help? Phoebe, why is there a dog in our apartment? I'm sorry, who's this? There's a dog sitting on my couch. Tell her I'm allergic and I will sue. No, there's no dog here. Yes, there is. He's black and white and shaggy.